سلام، امروز میخوایم تابع فیکست رو با هم تمرین کنیم و یاد بگیریم. خب کاری که این تابع انجام میده در واقع میاد یک عدد رو به متر تبدیل میکنه و یک سری تغییرات مورد نظر ما رو روش اعمال میکنه که این تغییرات شامل دقت اون عدد، یعنی چقدر ممیز داشته باشه نداشته باشه یا چقدر گرد بشه کلن عدد، و همچنین وجود یا عدم وجود جدا کننده سرقم اعداد باشه، که مثلا ما می‌بینیم 1 میلیارد یه جدا کننده بینشون باشه که خانشش رو آسان بکنه برای ما. فقط همون ابتدا بگم یه نکته رو در نظر داشته باشید، بعد از اعمال این تابع خروجی به صورت یک تکست، به صورت متن خواهد بود و به این معنیه که دیگه توی محاسبات قابل استفاده نیست، یعنی توی جمع و تفریقات، توی محاسباتی که توی اکسل هست نمیشه استفاده کرد چون یه متنه. پس اگر که میخواید به فرض خروجیتون توی محاسبات کاربرد داشته باشه، بهتره روش‌های دیگه استفاده کنید، از این تابع استفاده نکنید. مثلا خیلی راحت اگر میخواید اون مقدار واحد پولی باشه، خیلی راحت میتونید روی اون مقدار کلیک بکنید، از قسمت تب هوم قسمت نامبر حالتش روی کارنسی بذارید، که ما اینو قبلا توی قسمت‌های دیگه توضیح دادیم به شما. ورودی های این تابع اولیش نامبر هست که ورودش خب اجباریه، یعنی باید حتما وارد بشه. اون عددی هست که میخوایم به صورت تکست در بیاد و اون تغییرات روش اعمال بشه. دومین ورودی که اختیاری هست وارد کردنش دسیماله، یعنی اعشار، یعنی شما میخواید تا چند رقم اعشار دقت داشته باشه عددتون، که این در واقع گرد کردن اون عدد رو تعیین میکنه، که اگر اینو وارد نکنیم خود به خود 2 در نظر گرفته میشه. یعنی اگه ما این عدد رو وارد نکنیم توی تابع، به صورت پیشفرض 2 در نظر میگیره، که حالا جلوتر توضیح میدیم چجوری هست. اصلا سوم مورد نو کاماز، که به این معنیه که ما میخوایم اصلا جدا کننده سرقم عدد رو داشته باشیم یا نه نمیخوایم، که جلوتر توضیح میدیم چجوری استفاده کنیم. خب اولین تمرین رو خیلی ساده انجام میدیم، یعنی فقط اون قسمت نامبر یا عدد که ورودش اجباری هست رو فقط میخوایم وارد بکنیم. خب فیکست و عددمون هست توی سلول FS، ما آدرسش رو میزنیم، یه خودش رو تایپ نمیکنیم، یه عدد طولانی هستش. خب هیچی نمیزنیم الان، یعنی فقط اون چیزی که واجب هست، خود عدد هست رو وارد کردیم. ببینید که اولا بعد از ممیز، یا حالا اینجا نقطه هست دیگه، ممیز ما بعد از ممیز فقط 2 رقم داریم، یعنی گرد شده 568، گرد شده 57، یا همون 570. خب صفر که دیگه بعد از ممیز نمایش داده نمیشه، این گرد شده تا 2 رقم. چرا؟ چون خود به خود 2 در نظر میگیره و اون جدا کننده هم که به صورت کاما هست اینجا وجود داره، یعنی شده 1,552,428 ممیز 57. حالا تو قسمت بعدی ما میایم میگیم که فیکس رو وارد میکنیم، FS3، مقدار ممیز رو مشخص میکنیم، میگیم 3. اگه بگیم 3 دیگه، چون ما کلا 3 رقم اعشار بیشتر اینجا نداریم دیگه، هیچ اتفاقی نمیفته، خودشون نمایش میده. یا حالا اینجا میایم مثلا میگیم که خب این 2 اینجا بالا هستش توی برای اعشار، میگیم باشه 1 تا یه رقم بیشتر نشون نده، گرد میکنه تا 6 میشه یه رقم فقط. حالا یک موقع هست ما میخوایم اصلا هیچ اعشاری نمایش داده نشه، خب خیلی راحت کافیه به جای 1 بزنیم 0، اصلا ما دیگه اعشار نداریم ولی عدد اون گرد میشه به سمت بالاتر. میبینید الان 428 شده 429، چون گرد شده دیگه، بعدش 568 بوده بعد از ممیز. وقتی 0 بزنیم دیگه هیچ رقم اعشاری نشون نمیده. اینجا هم توضیح دادم ایناش، بعد از اعشار اعداد مثبت. یعنی چی؟ یعنی اگر ما اینجا برای دسیمالمون، برای اعشارمون عدد مثبت وارد کنیم، مثلا 2، تا 2 رقم اعشار رو به ما نشون میده، بدون اعشار 0. یعنی اگه عددمون 0 باشه هیچ اعشاری دیگه نخواهیم داشت. حالا که اینجا گفتم منفی قبل از اعشار، منظور چیه؟ منظور اینه که اگر ما به جای این ممیزمون، این دقتمون، یه عدد منفی بذاریم، مثلا -1، این دیگه برمیگرده قبل از اعشار رو گرد میکنه. پس یعنی چی؟ -1 الان اینجا زدیم، یعنی ما 1-0 خواهیم داشت در انتهای عدد اون قطعا. میزنیم؟ بله. میبینیم یک عدد قبل از اعشار که 8 بودم گرد کرد، در واقع 28 میشد دیگه، شد 30. یعنی 1-0 بهمون نشون میده.
خب حالا ما یه وقت میگیم که ما گردش کردیم باشه، نمیخوام این کاما رو، این جدا کننده رو بنش داشته باشه، خب همین رو میزنیم فیکست، عددمون هست F3، یعنی آدرسش F3 هست، و -2 میخوام تو -2 تا گرد بشه اینجا، یعنی دو رقم، دو تا صفر خواهیم داشت قطعا. و اگر بخوایم کاما داشته باشه که فالس باید بزنیم، که خود به خود پیش فرض فالس در نظر میگیره، یعنی که کاما داره. اگه بخوایم نداشته باشه باید بزنیم اینجا ترو. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام داشته باشه جدا کننده. میزنیم و اینجا مشاهده میکنید که تا دو رقم قبل از اعشار گرد شد، خود اعشار که حذف میشه گرد شد و کاما هم دیگه بینش وجود نداره. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.